به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکی است و به غیر از او خدایی نیست و هر چه که هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. از او آمده ایم و به او باز می گردیم. خدایا مرا به قدم صدق داخل و به قدم صدق خارج فرما و از جانب خود حجت و بصیرت روشنی که دائما یار و مددکار باشد عطا فرما. به اطاعت از امر خداوند که می فرماید و ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بندگانم را بگو که همیشه سخن بهتر را بر زبان آورید، که شیطان چه بسیار میان شما دشمنی و فساد برمی انگیزد، زیرا دشمنی او با آدمیان واضح و آشکار است. به اطاعت از امر خداوند که می فرماید هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست و همیشه بدی مردم را به بهترین عمل پاداشته تا همان کس که گویی با تو بر سر دشمنی است دوست و خیش تو گرده. به اطاعت از امر خداوند که می‌فرماید یا که می‌خواهند با تو مکر و تزویر اندیشند که کافران خود به مکر گرفتارند. با توجه به مطالب گفته شده از طرف آقای محسن سازگارا در مورد من که از قول خود یا دیگران اظهار کرده اند که من آدم مارکدار جمهوری اسلامی هستم و خود نیز از آن ابایی ندارم و نقشی در بیرون کردن افرادی از صدای آمریکا داشتم، لازم دیدم که حقیقت را بیان کنم. مطالب ذکر شده از طرف آقای سازگارا چه شنیده ایشان یا نظر خود ایشان باشد از حقیقت به دور است و تهمت و دروغی بیش نیست. حضرت عیسی علیه السلام می فرمایند حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می کند. آقای سازگارا، شما با دروغ و تهمت چگونه می خواهید به آزادی برسید؟ شما ابتدا حقیقت را پیدا کنید، خود را آزاد نمایید، بعد به فکر آزادی دیگران باشید. حضرت عیسی علیه السلام می فرمایند به خودتان راست بگویید. من بارها اعلام کردم که به غیر از خداوند اربابی ندارم و وفاداری من تنها به خداوند است و هر وجودی که در راه رضایت خداوند بخواهد قدم خیری بردارد من در آن راه خیر با او هستم. من معتقد هستم که در وجود همه ما خوبی و بدی وجود دارد و در هر قومی، صنفی، مملکتی، حکومتی خوبی و بدی وجود دارد. هدف من گسترش خوبی و نابودی بدی است و این را باید از وجود خود شروع کنیم. هر عملی در خود مستقل است و قضاوت هم با خداوند است. هدف ما این نیست که دیگران بد نکنند و ما بد بکنیم. اگر دیگران کار خیری انجام دهند مورد قبول ماست. دوست شما آقای نوریزاده نیز در برنامه‌های خود مدعی شده که جمهوری اسلامی اموال خانواده مرا به من بازگردانده است، که این نیز دروغ و تهمتی بیش نیست. دروغ و تهمت در جهت رضایت خداوند نیست. خداوند می‌فرماید آن مردم هیچ تو را از اراده خداوند بی نیاز نکنند. ستمکاران عالم در ظلم و ستم دوستار و مددکار یکدیگرند و خداوند دوستار متقیان است. من نصیحتی را که به آقای شعبان جعفری زمانی که به من تهمت زد به او کردم به آقای نوریزاده و سازگارا می کنم. خداوند می فرماید به آن بندگانی که اسراف بر نفس خیش کردند بگو هرگز از رحمت خدا ناامید نباشید. خداوند همه گناهان شما را خواهد بخشید که خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است. ای خالق زمین و آسمان ها، ای دانای عالم پیدا و پنهان، تو خود میان بندگان در آنچه خلاف و نزاع برمی انگیزند حکم فرما.